چند وقت پیش یه مطلب تو اینترنت دیدم، یه دختر خانومی متنبه شده بود، عوض شده بود، یعنی مسیرش کامل عوض شده بود. کسی بود که تو اینترنت توی فضای خیلی مبتذلی وبلاگش فعالیت میکرد، کاملا فضای وبلاگ عوض کرده بود، کرده بودش امام زمانی و اصلا یه فضای دیگه. خیلی ها برش پیام فرستاده بودن که چرا اینطور، اخ یه متن گذاشته بود. ما اتفاقی اون متن رو دیدیم، در مورد تحول داشتیم یه جستجو میکردیم، اتفاقا این متن دیدم، خیلی جالب بود. میگفت که بهم زنگ زد دوستم، گفت شب تولدم، جشن تولدم، بیاد خونمون. یه جلسه مثل پارتی مختلط، هر کسی میمد با دوستش میمد دیگه، دوست دخترش هم برداشته با برده بود، یا پسر دختر اگه بود دوست پسرش هم میمد. گفت مختلط بود. گفت ما رفتیم جلسه، خب همه هم مست گناه. تو روایات داریم ما ایاکه و سکر الخطیعه، یه مستی بد مستیه، مستی گناهه. یه چیزم فقط آدم رو بیدار میکنه، لحظه که ملک الموت میاد شست پا آدم رو میگیره، زبونش اسکار میفته، یه مرتبه میره ایداد بیداد. بعد تخما که کشتیم، بعد پشما که رشتیم، خورما نتوان خورد از این تخ که کشتیم، دیبا نتوان باف از این پشم که رشتیم. و ما رفتیم جلسه، جلسه معصیت و گناه بود، خوشگذرونی و عیاشی و صدا قهقهه و دیگه انواع و اقسام گناه ها. میگفت آخر شب چه شد، این دختر خانوم پیشنهاد داد که بیاد بریم تو شهرم یه گشتی بزنیم، فضای شهرم آلوده کنیم. تو رو خدا هر گناهی میکنی کسی از مسیر خدا مسیرش رو کج نکنید، خیلی گناه بدی. میگفت ما شاد بودیم و مست، انگار نه انگار خدایی هست، انگار نه انگار پیامبری بوده هیچ. میگفت یه مرتبه یه صدا یکم خواب ما رو بروند، یه صدای وحشتناک، صدای تصادف، ریختیم از ماشینا پایین، دیدیم ماشینی که اون دختر خانم توش بود که شب تولدش بود، شب وفاتش هم شد، تصادف کرده بود، 4 نفر 5 نفر تو ماشین بودن، همه در جا کشته شدن. میگفت بازم ما بیدار نشدیم. فرداش رفتم غسالخونه، میخواستم غسلش بدن اینا. گفت گذاشتن این دختر خانم رو غسالخونه، اینی که تصادف کرده بود، خب با آرایش اومده بود تو جامعه، با چه وضعیت. میگفت غساله وقتی اومد غسل بده، یه دونه از این چیزها کرد تو دستش، برای همه هستا، اول باید بدن رو خوب بشوری، مانعی نداشته باشه، تمیز بشه. میگفت چیزه رو کرد تو دستش، نگاه کرد به صورت این، به دست و پایین. گفت این کجا مرده؟ تو خونه مرده؟ گفتیم نه، تصادف کرده. گفت با این وضعیت یکی 7 قلم آرایشه، با این وضعیت مرده؟ گفتیم آره. حالا همونایی که 2 دقیقه پیش باش بگو و بخن، حالا بهش بگو 2 دقیقه بیا بالا سر جنازش باش، داری دماغشو میگیره. بهش بگو امشب این تو سردخونه تناست، تو که اینقدر کشت موردش بودی و جانم فدای تو قربان تو اینا، امشب تو سردخونه تناست، امشب برو پیشش باش تنا نباش. اینا کدوم شما حاضره این کارو بکنه؟ تا روپای خیلی خاطر خاطری، اما کافیه یکم زمین گیرش، کسی یا انتخاب کن که تو همه شرایط بخوادید. گفت با این لیف، کیسه لیفه افتاد به صورتش، با چه شدت و حدتی میکشید که این آرایش رو این بند خدا میگم. گفت من یک تکونی خوردم اما هنوز خیلی بیدار نشده بودم، چون دنیا رو تو چند تا چیز برای خودم تعریف کردم، قهقه های مستانه، سرکار گذاشتن اینو اونو، بگو بخند و مسخره کردن طرف، چشیدن پول و هدیه و کادو از بعضی و وقت گذرونی و شب نشینی و وقت تلف کردن و اینا، دنیام این بود. میگفت تا دیدم شروع کنی کار کنه یه تکون کوچولو خوردم. میگفت بعد دیدم قصال دستاشو گرفتید، ناخونا پر لاک، یه سنگ پا برداشت آورد، حالا کیا صورتشو با کیسه لیف اینجور کشیدن، کسی که اگه یه کوچولو همون کیسه لیف یه روز قبل به اینجاش میکشه، میگه آخ صورتم زخم شد، اثرش موند، قیافم زشت شد، چرا اینجور؟ میگفت اینجور که میکشه، من دیدم این یه آخ نمیتونه بکشه، اینقدر انسان ضعیفه. گفت بعد سنگ پا برداشت، با این سنگ پا یکی یکی انگشتای اینو میگرفت، سنگ پا رو برداشت میکشه رو این ناخونا، که این رنگای که رو ناخونه. گفت اونجا بود که دنیام رو سرم خراب شد. ای
این جمله خیلی عجیبه. هر چه باشی یا به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هر چه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است، اونجاست که میگه رب ارجعون، خدا منو برم گردون، خدا فرصت دیگه به من بده ابدا. مواظب باشیم. جوانی یه مقطع کوتاهه، یه طوری جلو برو که 40 سالگی اگر ازت پرسیدن جوانی چه شکلی گذشت، بگی ما جوانیمونو حراج کردیم در خونه امام حسین. جوانی ده چیکار کردیم؟ مال امام حسین، خرج امام حسین. به کجا مشغول چی بودیم؟ خرج امام حسین شد. جوانی ما یه کلمه است امام حسین، حسین جان، همین. هیچی دیگه ندارم اون کنم.